جناب آصفی، شما در چند روز گذشته، حتی در چند هفته گذشته، مطالب بسیار زیادی در کانالتون در مورد بحث بورس، بازار بورس و تلاطم ها و خطراتی که ممکنه بازار داشته باشه صحبت کردین و اخطارهایی رو دادین. میخواستم بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنین. آیا در واقع این افزایش و کاهشی که در چند وقت گذشته، در چند روز گذشته ما شاهد بودیم در بازار بورس، اینها طبیعی هست و به هر حال با توجه به تغییر تحولات و عرضه سام های دولت اینها میتونه در واقع درست باشه، یا به قول برخی اینها حباب هست و ممکنه کسانی که الان مشارکت کردن در این بازار ممکنه متضرر بشن؟ ببینید، نقدینگی تقریبا با نزدیک به 3 تریلیون تومانی در 1000 تریلیون تومانی در ایران هست. من واقعا هم گاهی اوقات توی تلفظ همچین عددی میمونم خودم. این به هر حال بیشتر دست جناح میشه گفت مالی این کشور. ما در زمانی که بودجه آمد بسته بشه، بحثی رو ما اونجا داشتیم در ایران که این بودجه نیست که قابل اجرا باشه. بودجه سال 99 مجلس اون بودجه رو رد میکنه و همینجور باقی میمونه تا دوره کرونا که مجلس تعطیل میشه و کاری نمیتونه بکنه. با حکم حکومتی بودجه از دست مجلس گرفته میشه و مستقیم شورای نگهبان میره. بودجه ای که تقریبا روی 360 هزار میلیارد تومان بسته شده، خب این قابل صد، نزدیک 100 هزار میلیارد تومنش مالیات گذاشتن که با این افول و بسته شدن کسب کارها و ورشکستگی بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ، این غیر قابل وصوله. از طرفی هم خب روی نفت بسته بودن، اونم غیر قابل وصوله. خب مسئله مهمترین مسئله الان اینه که شما بخوای تحقق بکنی و این کسب بودجه رو بخوای حل بکنی، اون موقع قبل از اینکه حالا بحث بورس خیلی جدی بشه، ما این بحث رو داشتیم که نظام، ببینید، وفق قانون مالیاتی خود ایران 25% وزارتخانه ها، بانک ها، مؤسسات 25% درآمد خودشون رو باید به عنوان مالیات بدن. تمر مالیاتی باید باطل کنن، دفاتر چیز باید پلمب بکنن و اینها باید مالیات رو به دولت پرداخت بکنن. اگر قرار بر این بود، یعنی با این وضعیتی که ایران داشت، با توجه به این که بخش عظیم که 5-6 برابر، شاید بیشتر، الان نمیشه واقعا محاسبات دقیق کرد، 5-6 برابر خود قدرت دولت نقدینگی در دست این جناح مالیه، این اگر قرار بر این بود که مشکلات کشور فعلا به یک شکلی حل بشه، از میزان سپرده هایی که در بانک های ایران هست فقط مالیات عکس می شد، نه به دلیل این که مثلا بیه شما کسی 50 میلیون 100 میلیون داشته بری ازش مالیات بگیری، نه، بالای 1 میلیارد، چیزی هم که خودشون گفتن، به اندازه سودی که از اونها، سودی که از سپرده ها قرار میگیره، شما مالیاتتون هم برداره، دولت مالیاتش رو برداره. حدود 86% مردم زیر 50 میلیون تومان تو بانک ها پول دارن و این میزان از سپرده‌گذاری در بانک ها چیزی حدود 2.5% هستند که در بانک ها و کلا در اختیارشون، دلار و سکه و نقدینگی در اختیار این 2.5% جامعه است که اینا همشون هم حکومتی هستند. اگر از این دو، یعنی اینکه بعضیا میگفتن اگر ما بخوام مالیات رو اجرا بکنیم روی سپرده های بانکی، سبب میشه که به سمت تولید نره، بانک ها ورشکست بشه و کسی انگیزه نداشته باشه، خب اینا همه نشون دادن که به اصطلاح دروغ و فریبی بیش نیست و کل به اصطلاح اصل سپرده دست اون دست 2.5%. شما یه جامعه 83 میلیون نفری رو قربانی مثلا 2 میلیون 1 میلیون میخوایی بکنید که اونا فقط مالیات میخوایی از اونا بگیرید. اگر همون مالیات، ما برآورد کردیم که روزی 30 میلیون تومان مالیات میشه گره و سالی میشه 360 هزار میلیارد تومان، یعنی رو هم میشه 360 هزار میلیارد تومان، کل بودجه از طریق مالیات به دست میاد. ولی چه اراده ای وجود داره که نمیتواند این کار رو بکنن و نمیخوان این کار رو بکنن؟ نقدینگی میاد میره تو بورس. خب اون نقدینگی هم دنبال اینه که خودش رو بیشتر فربهتر بکنه. دولت هم میخواد کسی بودجه خودش رو بیاد اینجا جبران کنه.
بورس رو فعال میکنه در زمانه ای که تمام بورس های بزرگ جهان شروع به ریزش کردن، تمام اقتصادهای جهان بورساشون داغون شدن. البته اینم بازم دوباره فکر کنم اینجا قبلا بحثش بوده که رشد بورس شاخص توسعه و رشد اقتصادی کشور قطعا نیست، قطعا این نمیتونه. حالا بعضی ها از جنبه به هر حال اون گرایش و هژمونی ضد سرمایه‌داری هم صحبت میکنن و این اساسا این بخش یک اقتصاد قمارخانه ای میدونن، حتی بخشی هم از خود بزرگان سرمایه‌داری جهان به اصطلاح اون توریسین هاشون باز هم با بورس مخالفن به این شدت که بخواد حاکم پیدا بشه، حاکمیت بر نظام سرمایه‌داری پیدا. در ایران هم همین وضع داره، اکثریت این مردم بدبختی که میخوان نه اینکه بخوان خیلی از سودشون سود به دست بیارن، بلکه میخوان حفظ کنن ارزش پول خودشونه، به قصد سود نیست، به قصد حفظ ارزش پول ملی خودشونه، وارد بورس که میشن. این بورس هم سر و دستش و نخاش و سرنخ اصلیش دست نیروهای پشت صحنه است، دست همون طبقه رانتی مالی است که نقدینگی خودش رو برداشته ورده اینجا. هم از این ور خب یک نرخ اعلام میکنه، جذب میکنه، قطع میکنه، دوباره اعلام میکنه، جذب میکنه، تا زمانی که این اشباع بشه. ما که صاحب میلیون ها کارخانه تو ایران که نیستیم دیگه، به هر حال وعدای صنعتی ما که بخوان اونجا مطرح بشن مشخصه. این تا یه مدت میره میاد بالا، متوقف میشه ابتدا، بعد میبینن سود دیگه نیست، شروع میکنن به فروختن، مردم هم یک جو شدید ترس استرس روانی پیدا میکنن، شروع میکنن به فروختن و این فروختن همانا و ریزش حباب و ترکیدنش هم همانا که تمام هستی نیستی اون اکثریت میلیونی مردمی که آمدن اونجا که فقط نسل اینکه سود ببرن بلکه حفظ ارزش پول ملی خودشون رو که دست خودشون رو نگه دارن برباد میره و چیزی باقی نمیمونه. دولت فقط این وسط چیزای شو برده، بانک ها تسویه های بانک بدهی خودشون به بانک مرکزی انجام دادن، دولت هم درآمد خودش رو داشته برای هزینه های جاریش و اون افراد وابسته اون جناح مالی رانتی هم پول خودشون رو تطهیر کردن که حالا از چه راهی به دست آوردن، قاچاق بوده، غیر قاچاق بوده، غیر قانونی بوده، هر چی بوده، اونجا اون پول رو تطهیر کردن، یعنی یک مرکزی برای پولشویی. بنابراین من هشدارهای پی در پی رو، حالا حقیر که خیلی چیز نیستم، ولی دوستان زیادی از بزرگان اقتصاددان در سطوح ملی این هشدار رو دادن که ما به سمت نقطه فاجعه حباب بورس میریم، بعد از این میان میرن به سمت سکه، سکرن داغون میکنن، اونم اشباه میشه و بعد از اون میماند با یک مردمی که تمام هستی و نیستی خودشون رو از دست دادن، لشکر مالباختگان میلیونی این بار، که اگر به خروش بیان، که اگر بخوان به خیابان بیان، جنبش مالباختگان 96 یک کاریکاتوری بیش نیست در برابر جنبشی که در دودش رو تو جامعه آدم میتونه. بسیار عالی.